عافیت باشه پسرم. میام دونه دونه سیبیلاتو میکنم. با احترام نیستی. چی بود؟ چی دارم میگم؟ صدا از بیرون میام. فامیلای داماده معصوم خانومم میگن پولمونو میخوای. مشتی اصلا داد بیداد نداشت که اما اول خودم اون صدا میکردی برات میزدم دیگه. دست تو این دو بابا زرزر نکن. یه مراسم داشتون هم شما گوه زدی توش رفت. شما هنی بابا بزن بابا بیا اومد بزن این سرسش بیا. اگه هم خودتو عصبی میکنی منش میشم خلام عدبتا اومد هلاف بابا بفرما این بابت کرایی با اگه چیز دیگه هم هست بایم بفرمو درمون. این حرف اولش باید میزدی نباید به اینجا میرسی. شما به بودی عشق داداشی نوکرتم خوش اومدی فرار کن دودتو ببینم بابا اسکل پلش داری نزاشی میزنم لش میکردم بابا چیز میزنه خورد خمیر میکنم یه باری تو فرار الوان خدا روشون تو هست افه شو بابا هفت رنگ عوض کرده بود برو تو نه میگن بار کج به منزل نمیرسه یعنی همین دیگه. خدا چجوری گوشمونو بکشه که حالیمون بشه کارمون غلطه. این حرفو نزن مهری خانوم. بابا این الوند کنه علک دلک برداشت اون جعبه رو اشتباهی گذاشت توی وسایل ما. آخه اون نکرد که این ماژیک بیستاب میخواستم رو جعبه رو بنویسم ننوشت یادم هم رفت بهتون بگم. پس گوش ما رو خدا نکشیده شما کشیدی از من بپذیری. این کاری که ما داریم میکنیم خیلی خطرناکه. استتار لازم داریم در نهایت. اگه عروسی بگیریم ولی واقعا عروسی نباشه چی؟ زرزن کرتوبت رو میگی همان جان شما حرف نزنی کسی تو اینجا هم نمیگه لالی. عروسی بگیریم ولی عروسی نباشه یعنی چی آخه؟ میفهم چی میگی؟ ما میخوایم یه سر و صدایی را بندازیم از مال کسی شک نکنه اینجا چه خبره دیگه. خب حتما لازم نیست که عروسی واقعی برگزار کنیم. عداشو در میاریم عروسی تقلبی میگیریم. چی تقلبی چی آخه؟ ور میزنی ها. اولا الان ملت عروسی واقعی هم نمیرن. دوما اصلا برن. پول از کجا بیاریم ما؟ پولش من نمیدونم ولی خورشید یکی رو میشناسه کارش همینه. خورشید غلط کرد با تو. پول میده یه سری آدم و سیاهی لشکر جمع میکنه واسه تجمعات و مراسم و هر چیزی که ما بخواد. پول بهش میدیم یه سری آدم میان اینجا برام میرقصن. میاد برام میرقصه؟ حالا هر شب با پول از کجا بیاری بدیم اینا الکی یا راستکی برقصن؟ آقا ما یه شب دیگه پوشش درست کنیم همه چی حله. از من بپذیری من فنیم قربون. من میپذیرم. الان که دیگه چاره ای نداریم. قربون شکلتون برم این جا توسط پالایشگاه یه بار پر شده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی خاکش نرمه. ما تونتون میکنیم میرسیم به اون تا تمام شده رفت. بپذیرین از من فنیم میدونم. اگه حرف حدیثتون تمام شد پاشیم بریم کپ مرگمون بذاریم. خدایا تو شاهد باش من همه ی زورم رو زدم که اینا رو منصرف کنم ولی نتونستم. مور خودش خاک به سر خودش میکنه. بریزید خاک بریزید تو سر خودتون. بریزید با من. بریزید همینجا میدی بستم مرخ چجوری خاک میریزه رو سر خودش دست نداره که با پاش میریزه دیگه قربونی. اینجوری با پاش میریزه خاک رو خوده. ای قربونت برم. مرسی من روشن کردی جون بک. ناکن سینا ببینی صورت یارو قلفتی کندن. حالا بعد این یه چاقو میزن شکمش دل رودش رو میریزه رو میزن. چیکار نمیکنه؟ بشین فیلمم از 3000 بار دیدم. گوشه یارو ببین. ببینی اون یکی با دندون کندش. شبیه چی داری میشه؟ زهر ما داشت میزیم ها. ای بابا تازه رو شکمش رو جره میداد. من خودم شکم اینو جره میدم زنده ببینی ها. اکی قولا دیا همین الان نشونم بده. بلند شد خودو آخ همسر نداشتی ما فیلم درسته سایه ببینیم. دارم برتا الوند. ماشالله هزار ماشالله این بچه این باباش بیتربیته. مگه ما 2000 تا فردا کار ندینیم برو بیکپ دیگه. چاه باید بکنیم مهمون باید برای عروسی جون کنیم. الوند من استرس دارم به خدا نمیتونم بخوابم. از من میشنوی الوند این رستم دنبال یه چیزی میگرده داره خرمالیشو از ما میکشه. ببین کی بهت گفتم فرخ ما الان بخوایم هم نمیتونیم کاری کنیم. بابا تخت گاز داره میره کسی هم نمیتونه ترمزشو بکشه. مامانم نتونست.
اصلا گیریمم اون زیر نف نباشه. اون خاندایید انقدر میکنه انقدر میکنه تا بالاخره یه جای نف میکشه بیرون. چی بگم والا؟ درست میگی، منطقیه. بار آخرت هم باشه این فیلم های ترسنگ برسکو نشونه بچه من نده، میره تو ناخودآگاهش. تو اگه به فکر ناخودآگاه بچه‌ت این نظر با این رستم تریاکی به پله که استعمال مواد ازش یاد بگیر. تو فکر خودت باش بابا. الوان باشه آلیسو ببریم دام پزشکی. آلیس آلیس کیه؟ بچم گوسفنده. یعنی تو به خاطر یه گوسفند منو از خواب بیدار کردی؟ خورشید چرا یه آدم سالم تو این خونه پیدا نمیشه؟ بابا چی میگی؟ دیشب من نمیدونم تیر خورده به این ترکش خورده چی خورده، از تو هیچ چی نمیخورم، اینجا درد میکشه، پاشو ببریمش. فرخ باشه کارت دارم. جان دلم قربونت برم. من فرخ باشه میگم کارت دارم. زندگی من برای تو عزیز دلم، تو فقط منو صدا بزن. چی میگی با پاشو؟ تو اینجایی؟ کجا باشم خوبه؟ چی میگی؟ واقعی بودی؟ خواهی منو میبینی؟ چیزه ناجوری گفتم تو خواب؟ تو واسه چی خواهی منو میبینی؟ نه خواب رستم رو داشتم میدیدم، تو از اون پشتش داشتی رد میشدی. خورشی این رستم هممون رو به باد میدا. اصلا من دیشب یه خوابی دیدم مو به تنم سیخ شدی. با کو مجبوره باید بگیری تو نور ببینی. حالا ولش کن اینو. خورشی بیا بکشیم بیرون از این نفت دوزی منو تو. باشه میکشیم بیرون. باشه بیرون کارتن بودو. ببخشین گوسفند ما حالش بده. یه چند لحظه صبر کنید. گفت موندنیه دیگه. الان نگران چی تو؟ نه نگران آلیس نیستم که. ما الان می‌خوایم این آدم اجاره کنیم. بگیم واسه چی داریم مراسم برگزار می‌کنیم؟ مراسم ما کیان؟ خب میگیم عروسی یه دختر پسر بی‌کس و کاره. می‌خوایم تو فیلم عروسیشون یه قلوب بنظر بیاد. خب نابغه. عروسومات از کجا بیاریم؟ بریم از خودشون عروسومات اجاره کنیم؟ عروسومات نداریم؟ داریم. ما عروسومات بی کس و کار داریم؟ نه بی کس و کار که نه، ولی کس و کاردارشو داریم. کی مثلا؟ فرخ من باید با تو چه رفتاری بکنم که این قضیه از سرت بیفته؟ یعنی چی؟ من چمه؟ من چه مشکلی دارم؟ معتادم؟ بی شخصیتم؟ کثافتم؟ دزدم؟ دزدم که باباته؟ یعنی دایمه؟ هیچی ولش کن. الان من بگو فقط من مشکلم چیه؟ خورشید به خدا من خیلی دوستت دارم. فرخ منم تو رو خیلی دوستت دارم. ای خدا به عنوان پسرم. اینقدر بدم میاد از این داداشی و دوست معمولی و جاس فرندینا. حالم به هم میخوره. خورشید من تو هیته کاری خودم نابغم. استاد راهنمای کلی پسرم تو این مملکت. آقای استاد راهنما دور من یکی رو خط بکش. عجیبه به خدا میان کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورم همینه. خورشید من اراده کنم هر دختری رو میتونم جذب خودم کنم. فقط تویی که داری منو پس میزنی. چند وقت پیش رفتم دایرکت آنجلینا جولی، نوشتم براش سلام چطوری How are you؟ سری سین زد جواب داد خوبم تو چطوری How are you too؟ اصل بده. من اصل ندادم. چرا؟ قیدشو زدم به خاطر تو.
خب اشتباه کردی ریدیشو زدی، میرفتی با هم آنجلینا جولی ایشالا خوشبختم میشدی. یعنی چی؟ من شوگر مامی میخوام خورشید؟ من تو رو میخوام. من یکی دیگر رو میخوام. حرفمونم با هم زدیم. داری دروغ میگی؟ باشه دیگه، گفتی عروس اماد نشیم نمیشیم دیگه، خودم میرم عروس اماد تقلبی گیر میارم میارم. نه نه واقعی گفتم. دیدی؟ دیدی دل شورام بی جا نبودن؟ دیدی؟ فرخ در من نگاه کن فرخ. ببین خود یه کار میکنم یه سپیگه ناراحت بشی دیگه، من تو جدی نشده بود نمیخواستم اصلا کسی بفهمه. خدافز. فرخ فرخ یه دقیقه به من نگاه کن. با من الان اومدم من فروشگاه حقوقم بگیرم بگم من دیگه نمیام، ولی دلم نمیاد تو رو ول کنم. من اینجوری نباش، از من دلگیر نباش. من دلم نمیخواد تو خونه همدیگر میبینیم سرمون رو برگردونیم. فرو خاک تو سر چیکار کرد فرو؟ الو بابا حرکت کردی؟ خب از کجایی؟ فقط مامان همه هیچ نفهمن ها. نه بابا نه، مرده زنده اصلا معده‌شو میشورن. یا بابا سوست میمونه چی آقای؟ فرخ خوبی؟ چه کاری بود کردی؟ جون به لب شدم. من چرا آورده اینجا؟ پول سگم؟ میمونم؟ ترسم قرصا جذب بدنت بشه، گفتم سریع منشستشون مدت بکنم. آخه آدم واسه خاطر یه دختر خودکشی میکنه؟ اصلا پیش خود نگفتی اگه اتفاقی بر تو بیفته چه خاکی من بعد تو سرم بریزم؟ اصلا من میخوام بدونم اون لحظه تو به چی فکر کردی وقتش این کارو میکردی؟ اصلا حالم دست خودم نبود. فرخ من میترسم. من یه قولی بده جون خوش دیگه از این کارو نکنی. قول بده. باشه. به خاطر تو. من باید سر پالیس بزنم. سلام. سلام و درد.
بابا جلو مردم زشته. آقا رفتیم خونه بزن شلو پلیشون، منم پشتتمه. آقا جون این همه بیکار بود الله بود میرفت خودشون میکش، امشب یه هزار تا کار سرمون ریخته رفتی این کاری کرده. بابا آروم شه، خبرشو زدوده بیرون میاد، ولش کن یراش، بعد بابا ولش کن. تو چیش دیگه حرف نزنم، میخواسته بمیدی خودم با دست. بشین دایی بشین، الان سکته میکنی، بشین دیگه. چه خبر خونه؟ چرا داد و بیداد میکنی؟ شما نباید به ما یه تماسی میگرفتی ببینی ما دلمون میخواد این حیوان زنده ببونه یا نه. شاید ما دلمون میخواست این حیوان، این لندهور سقط بشه. جب آدمی هستی تو دایی؟ شما دوتا واسین چی میگی؟ برین دیگه دیر شد. پدر من هنوز تکلیف عروسی‌مون امشب مشخص نیست. خب حل بابا خودت هستی، فائزم هست، لباس عروسی هم که تو انبار داریم به پوشین یه شب جمعش کنین دیگه. فائزه خب رستم و فرید بابا جونو الان بعد عروسی نواهاشون رو بگیرن، مردم به اون میخندن شک میکنن. باش دست شما چیکارم؟ نه فرخ فارغ شدم، بیا دیگه. بله دایی جد که زیر پام نیست، از اینجا تا اینجا بخوام میام تون میکشه داد میزنی. خب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. فقط امشب، همین امشب برای دو ساعت نقش دومادو بازی میکنی، روت هم زیاد نمیکنی، فهمیدی؟ من؟ به من عروس که؟ نه من معلوم خنگ خدا خورشید. این؟ شرمنده دایی، من نیستم. چی گفت؟ این چی گفت؟ نه هیچی بخوردی، من گرد تا خودتی. نه بدو میرفتی، من رازیش میکنم. مگه صبح خودت همچین پیشنهادی ندادی؟ الان چی شد زدی زیرش؟ اون صبح بود. صبح تران چه فرقی کرده؟ هنوز خودکشی نکرده بودم، هنوز نمیدونستم یکی دیگه تو زندگیته. خواهی چرا ربطی به نقش بازی کردنمون داره؟ دختر دایی من دست و بشقا به کسی نمی کنم، تو صاحب داری. دختر دایی منم صبح پسرمه بودم. خیلی خوب، اصلا بابا پیشنهاد خوبی داد، نه که مامانت با رستم عروسی نگرفتن، مامانت هم لباس عروسی تنش نکرده، الان میتونیم عروسی واقعی و علیکی و قاطی کنیم، یه چهار تا عکس هم داشته باشن بزنم به دردی براشون ها. برش کن بایسا یه دقیقه، فقط همین یه شب. بابا جدی گرفتی یا بشی سر جان؟ اون مردی که بله بفرست بیاد پایین نت رو. خیلی خوب، چقدر شد؟ 8 متر و 12 سانتی. حالا درستم، چرا داری میه بالا؟ ولمون کنم اکت و کل افتادم ترس. مونده که پا بابا وقت نداریم.
یک ساعت دیگه این سیاه لشکرا باید برن. دو متر دیگه بکنیم رسیدیم خدا شاهده. بلوف نه آخه، یه ساعته چطوره میتونی دو متر بکنی؟ بکنیم آه میکنیم. رستم جان قربونت برم، من میگم پاشو چند تا بس بکش، بعد توپه توپ که شدی پر انرژی دو متر رو نیم ساعت میکنی. آه بودو برو به احمد بگو پیکنیکی و بعد وسط مهندس رو بده. بودو بابا چه میگی جمشیده؟ دم میدی دلت میخواه من اووردوز کنم اینجا نفتارو تنها بالا بکشی؟ نشستی اینجا چای هلوف هلوف میتقونی؟ دستور میدی برای خوده؟ بابا وقت نداریم به خدا. رستم جان بازی در نیار، خاشو برو کارت رو بکن، والا به فردا بکشه من دیگه پول ندارم بسات عروسی را بدزم. آقا اصلا خودم میکنم، دو متر بکنیم رسیدیم دیگه. ای والا همون دو متر بکنی رسیدیم به نفت. از من بپذیر، به من اعتماد کن، قربونت برم. مطمئنی؟ بله. فرخ چرا اینجوری میکنی؟ چرا من نگاه نمی کنی؟ خب چی مردم شک میکنن؟ بخند دیگه. من بزرگترین رویام این بود که این صحنه رو ببینم، الان دارم میبینم و. ولی همه چی مصنوعیه، اداست. تو داری نقش عروسو بازی میکنی، من دارم ادای دامادو در میارم. مهمونامونم که همشون سیاهی لشکرن. دعای من این نبود. درست نفهمیدی من چی گفتم؟ نه همشو سنبل کردی رفت، هیچ وقت اصل موضوع نمیگیری. خورشید بکنم بالا شلوغ پلوغ بود، ظرف دعای من جا به جا شده. من تو رو آرزو کردم، ولی تو مال یکی دیگه شدی. بکش بلا بمیری بابا، این پولش نکن. چی کار میکنی ایبا؟ بچه رو کشتی؟ زنده ای؟ بابا چیزی نبود بابا، غذا بلا بود. بدمون کن تو هم غذایی هم بلا. یا بلا یا بلا بلا رو نمیخواد. خدایا مادر درگاه چه گناهی کردی؟ این مصیبت رو انداختی تو زندگی ما، خستم کردی بابا. چی شد؟ چرا اومدی بالا؟ ها؟ دیوونم کردی به خدا. انقدر سوسول نباش دیگه بابا، یه صد خاک ریختیم رو سرت، بمب هسته‌ای که رو سرت نتره کندیم که. مگه نگفتی دو متر بکنیم میرسیم به نفت؟ خوب است بابا، حالا دو مترم که نیست دیگه، بالاخره هر چیزی نیم بدیم بر اون ور بده. 10 دقیقه دیگه سیاه لشکرام میرن. خب برن به جهنم که میرن، فردا شب دوباره همین بساطو میچینیم میکنیم میرسیم بهش نیم. چرا مزخرف میگی رستم؟ با کدوم پول؟ بابا این معصوم اومد دیشب کل پول عروسی رو گره برد. من هر چی داشتم دار ندارم خالی کردم، پول پیش خونه رو گذاشتم برای فکرهای توهمی تو دیوونه. حالا میخوای عروسی بگیری؟ باشه من حرفی ندارم، متابات کل خرجش خودت بدی. جمشید برسیم به نفع 1000 برابرش گیرت میادا، از من بپذیر. این بابا اصلا نفع نیستین زیر ما خر رو باش، با تناب کی رفتیم تو چاه؟ من دارم میگم تا اینجاش اومدیم، حیفه به خدا حیفه. میرسیم بهش، پاشو برو طاقت بیار رفیق، پاشو برو درستش کن دیگه. به خدا من بوی نفت رو دارم استمشاش میکنم. اونی که استمشاش میکنی بوی تریاک آقای متوهم شیره ای. اینا حرفای تو ها؟ من قرون به قرون این پول از حلقومت دیگه زمیرون. خانم یه نه نگاه کن،
ای چوف به این شانس. چی شد؟ چلو چی بود؟ جمشید! جمشید! بدش کردم جمشید! گیر دادی بده تا میوه و شیرینی؟ برو ردش رو هم برن گفتم باشو بیا همون جمشید کن مرکن چی شده؟ پیداش کردم لوله رو پیدا کردم. کجا بود؟ چی کجا بود؟ اون پایین بود. رفتم پایین لویه لایه خاک مونده بود زدم کنار پیداش کردم. جدی؟ به جان خودم پیداش کردم. خودت با چشم خودت دیدی؟ میگم رفتم پایین با چشمای خودم دیدم. چه حرفیه میزنی آخه؟ اگه راست میگی چه شکلی بود؟ چشاش سبز بود مرد حسابی. لوله است دیگه، چه شکلی باید باشه؟ نوزاد تازه به دنیا اومده است دنبال شکل و قیافشی. پاشو بیا بریم. خدایی من خیلی بی‌ادبی کردم، اعصابم خورد بود. حسن هر چی داری خالی کن. چیه؟ خالی کن تو باغچه گرفتم. علی سلام. سلام. از اداره اماکن اومدم برای بازدید. مراسم دارید درسته؟ بله. فقط ببخشید بازدید چی؟ بازدید. بله. سلام. سلام علیکم. مشکلی پیش اومده؟ نه. و حضرت عباس ما از قدیم ندیم، ما توی محل بدخواه زیاد داریم. هر کی پشت سر ما حرف زده به حضرت. هیچ حرفی نزدم. بازدید لوال کاری. راستم خان. جانم. راستم خان مأمور اماکن. به به حفظ کمالا انشالله. خیلی ممنون. خوش اومدین، بفرمایید قربونتون. خیلی خوش تشریف آوردین اینجا. ما تالار پذیرایی داریم، برادری خواهری قوم و خیشی چیزی داشتین، نصف قیمت بابا شما حساب میکنیم. شما تشریف بیارید، من برای شما توضیح میدم. بابا فقط چایی میره یه چیزی پذیرایی کن بگیم. صاحب تالار شمایی؟ بله بله بله. عجیبه تو فضای باز سیگار دخانیتو ممنوع کردین. آقا ما اینجا زحمت میکشیم، فرهنگ سازی میکنیم، ما اول تالار معروفی هستیم که بدون سیگار و مسکرات و هزار کثافت کاری اینجا رو میچرخونیم. بله بله. بابا این چیه؟ این گوسفند چرا اینجاست؟ چرا پاپیون زدیم بهش؟ مگه نمیخوایم بکشیم؟ جز به مدعوینه دیگه. خب گوسفند دیگه برادر من، چه سوالیه؟ خب عروس و داماد کجا؟ عروس و داماد؟ آه اونها، اون عروس و داماد. آقا این دستمزد ما رو حساب کنید ما بریم. جریان چیه؟ مگه شما به مهمونا پول میدین؟ پول چی میخوان اینا؟ نه پول پول که عمو جمشید اجازه بده به این حضرت آقا من راستشو بگم. بذار بگم جون من بذار. آقا میدونی چیه؟ راستش اینه که ما میخواییم ریا نشه، دستمون تو کار خیره. ما چی کار میکنیم؟ این پسر دخترهایی که بی کس کارن و کسی رو ندارن، بی پدر مادرن، یتیمن رو ور میداریم میاریم اینجا به خرج خودمون براشون عروسی میگیریم. اون وقت چون اینا کس کار ندارن، یه عده آدم هم به عنوان مهمون استخدام میکنیم، پول بهشون میدیم که رخ کار حفظ بشه. هم بله. کنار کار خیر اشتغال زایی میکنی. چه کار خیر دلنشینی. آفه. فقط یه خواهشی ازتون میتونم بکنم برادر من. خواهشم اینه که این قضیه که براتون تعریف کردم و جایی نگیم. نمیخوام صداش بپیچه. میدونین چرا؟ چون ثوابش از دست میره. پس آره. یعنی عرص و داماد بچه یتیم هست. یتیم. آره بندگان خدا، بچه یتیم هم طفلی ها. داماد که طفلی مشکل گفتاری و شنوایی داره، بچه هم که بوده گذاشتن جلوی مسجد. آه. انقدر آدم غریب و مظلومیه، یعنی من خودم ببینمش جگرم آتش میگیره. خدای متاثر میشم واقعا. منم همینطور. میشه منم یه سهمی داشته باشم تو کار خیر شما؟ بله. آره چه نمیشه، شما هم که دور وایسین بچه ها شادی بکنن، بزرگترین کار خیری کردی. بله. بی زحمت عرصه دامادو بگید بیان.
عروس داماد برای چی؟ میخوام قبل اینکه برن یه هدیه ناقابلی بهشون بدم، پیشونی دامادم ببوسم که یه اجری هم من ببرم. آخه اجرکم اندالله انشالله. فقط برادر من یه چیزی عرض بکنم خدمتون. اینا گفتیم یتیمن اما گدا که نیستن، هر چیزی از دست هر کسی قبول نمی کنن اصلا. شما اون هدیه که میخوای بدی و بده به خود من بهشون میدم. ضمن اینکه آخر شبم پیشونی جفتشون از طرف شما یه ما چاپدار میکنم، خیالت نه نه خودم باید ببینمشون. بوسیدن پیشونی بچه یتیم خیلی ثواب داره، اونم شب عروسی. آه به این نکته من توجه نکردم. عمو درست میگه، حق میگه، حق میگه. باشه بابا برو عروس اومده بیاد پیشونیشون ماچ کنه تموم شه بره. آره دیگه. چی شده؟ هیچ ندونی چی میگم. مامور اماکنه. نگاه نکن. ای وای ای وای. لوالفا. فقط خیم بازی در نیارید. حواستون باشه. لو رفتی میانی آره؟ همه چی به فنا رو؟ گیر داده، میخوام عروس دومادو ببینم. بهش گفتم ما تو کار خیری مینا هم بیکس و کارن. فرخ کرولالی سوتی ندی یا بلدی ادا در بیاری یا نه؟ یعنی چی؟ چرا اینو بهش گفتی خب؟ وز ذهنم پرید، گفتم اینو بگم گیر بهمون نده بدتر پاپیچمون شد. ولی من چه خاکی تو سرم بریزم؟ زبون کرولالی واردم من؟ آروم 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 تو فقط خفه خون بگیر همین. مظلوم کن خودتو، احتمالا میاد پیچونی تو یه ماچ میکنه و میره. انگار بچه ای گذاشتن جلوی مسجد، قیافت اون شکلی کن. من نمیدونم فرخ، یه کاری کن دلش برات بسوزه و بره. خب قیافه کسی که بچه ایش گذاشتنش جلوی مسجد چه شکلی که من نقشش بازی کنم؟ همین قیافت همین. حالا الان پاشو بریم، شک میکنه بدتر. بابا عروس دوماد ماشاءالله. بابا داماد شاه داماد. بله شاه داماد. خوبی برادر؟ من متوجه حرف ما نمیشن؟ این میگه میگه خوبی؟ خدا رو شکر میکنه. میگه که خیلی زحمت کشید تشریف آوردید، قدم رو چشم ما گذاشت. قربون شما عروس خانم، خیلی تبریک میگم. ایشون هم ناشنوا هستن؟ نه نه نه، من میتونم صحبت بکنم. خیلی ممنون که تشریف آوردین، زحمت کشیدین. چقدر عجیبه تو این دور زمانه ای که دخترها اینقدر سختگیر شدن، شما ما همسر آقا داماد ما شدین که یکم حسن. من برام مهم دلشه، همین نگاهش به من محبتش رو میرسونه. آره نگاهشو دوست داره، بیشتر نگاهی من. چه عشق زیبایی، خدا انشالله بهتون برکت. نمامه واقعا منم خدا رو شکر میکنم که توی همین عمر کوتاهی که گرفتم تونستم سبب خیر بشم برای این جوانای معصوم. واقعا باید سر به آستانش بساییم. ما رخصت میخواد که دست من و بابا و آقا رستم و که این عروسی توپو براش گرفتیم و ماچ کنه بیاد. احسن جدی همینو گفت؟ من میگم مواد مصرفی کن بگیرم ببرن تا چایی بابا. آقا انشالله که خوشبخت میشی. انشالله یه هدیه ناقابلی هم هست. ای بابا نکن کارو بابا، اینو اصلا پول قبول نمی کنن. عرض کردم یکی عروس خانمی که آقا حتما میدم به شما. آخه میدیم به شما یه ماچ آب دارم بکن که دیگه انشالله ثوابشم ببری. نه نمانه نه ثوابشم ببری. خیلی ممنون، خداحافظ شما. خداحافظ حد کن. چی؟ گول بیا برمی شما برده. خدافز چه معمولی گیر بود. یکی که به خیلی دوتش خدا به دومانی شما. به خاطر دوتا دعیزاری چه رشهی تو جون ما انداخت. انترین چه ترجمه یه میکنی منو مجبور میکنی دست انشالاتانو ببوسم؟ چه خبه من؟ مردی که بیستومن رو هوا زد خود داده بازی در میارد. مجبور میکردی من رو ترجمه رو ادامه بدم، دیوونه. ولی حالا خوب جمعش کردیم دیگه، ختمه به خیر شد. آقا این پول ما رو بدید دیگه، بذار در چاکو نکبت. پنج خروار میوه و شیرنی خوردین، دو دقیقه اضافه کار وای نمیشی؟ تا دو سه ساعت پیش که لنگ آدم بودی هی زنگ میزدی بیار بیار، حالا که خره در پل گذشته منت چهار تا نارنگی و شیرینی سرمون میذاری؟ این عروسک کوکی های اونن، کوکشون تمام میشه وای میستن.
برو برو پچه کارتونه سری برگر پولا بیار منتظرم. چه تو جمشی؟ تو میخوای سر هر مرحله بشی یه گوشه زار زار گریه کنی؟ خدایی همون لوله هست. کدوم لوله؟ همون لوله که آقام تو چشمام زل زد گفت دست بهش نزد. با هفت پشت اون خدا ترس بوده، فقط من بودم که آخرتم رو به دنیا فروختم. این لحظه یه تاریخی باید ثبت بشه، یک دوست بیت المال از خاندان بزرگ خداونده. پاشو دست به جمعون که وقت نداریم. پاشو یه برو پایین. بدو بدو تا خودم پرتت نکردم. با احترام حرف بزنین همه چی ردیفه، بی احترامی کنی همه چی ردیف نیست. الهی با امیده. قهرمانه شوهرم قهرمانه. اسم جامون دیگه مردی که با حالشم فواد چون ایوان جون دلم چلنگ رو بنده بیا پایین. بگیر بسم خواهد بگیر. نکش نکش من افتش بیدی تو خب جمشید. آه بله من میخوام باز کنم شیر فلکه رو. آماده این؟ آماده این واکو. نمیاد. چی شد؟ بازم واکو اونش نکن بعد میک میزنه. مگه میخوای از باک موتور من بنزین بکشید؟ ای رستم جونم بیا بیا چیا بیا بیا همه چی رو تو حل میکنیم آقای مهندس. عمومی رستم جونم بیا آقا اینو باز کردی اصلا همه چیزش ردیفه دارم بهتون میگم. چه نمیام عموم بدین. خب ببینم یعنی چی بابا هیچی نگو دیگه. این حرف بزنه من کار نمیکنم. خیلی خوب آروم تمرکز داشته باش. مطمئنی بازیش کرد؟ آره بابا من اینو درستش کردم. لعنت به اون روزی که تو شدی فامیل ما. چرا؟ رستم مهندس چرا اینجوری میکنی؟ بسته دیگه کارم کردی؟ یه مرد پیدا بشه با هم دیگه این مردی که رو تو همون چاچالش کنی. ببین گستدی به کلمون. بابا این کت شلوار رو برای روز مرد برای من خریده بود.